خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. هر وقت از شما میپرسن چند سالتونه، همه اولین جوابی که میدن اینه: به هم چم میخوره. ولی من تنها ایرانی هم که این جوابو نمیدم، چون هر عددی شما بگید به من میخوره. ببین، دوتا خالو میگیرم، 5 سال میاد پایین، خالی 2.5 سال، دستمو بردارم 5 سال همون سن واقعی میشه، 4 تا چروک بندازم رو پیشونیم 10 سال میره رو قیافه، قبقب رو اضافهش کنم 10 سال دیگه رفته روش. بابا من سنم کمه، فقط بد موندم. این مشکل از اول به دنیا آمدنم هم داشتم. توی بیمارستان بچه ها پا به دنیا میذاشتن، من مستقیم پا به سن گذاشتم. تو اتاق نوزاده همه خوابیده بودن، پرستارا میومدن میگفتن چطوری گوگولی؟ چطوری نانا؟ چطوری جوجو؟ به من رسیدن، عرض ادب جناب آقای حاجی زاده. آقا اینو گفتن، ضربان قلب من رفت بالا، فشارم رفت رو 14، یه قرص زیر زبونی گذاشتن. بعد منو دادم بغل مامانم، مامانم منو گرفت بغلش، رو گرفت. این چیه؟ گفتم پسرته. گفت الهی، بچه‌ام از عکس سونوگرافیش به این ور چش شکسته تر شده. بچه به دنیا میاد، یه دسته گل میگیرم براش، یه کارت کوچولو هم پایینش، قدم نورسیده مبارک. آقا ما رو برداشتن بردن خونه، دیدیم پلاکارد زدن مقدمتون گلباران جناب آقای حاجی زاده. واقعی ها. مرسی، ممنونم. بعد خدمتتون عرضم، بابام توی خونه میگفته به بچه‌ها قبلنا، بگو بابا، بگو ماما. به من رسیده گفته 3 بار بگو دو دوز رفتم پی دوزیدن بوز. یک دوز دو بوزی، دیگر روز یک بوز، دوز دو بوزی، گفت به دوز یک بوز که من دوز دو بوزم، تو دوز یک بوز. بعد مامانم نگاه کرده گفته حاجی زاده آرامتر بگو بچه بتانه بگه. همینجا 3 تا چروک دیگه افتاد رو پیشونیم. 3 سال دیگه رفت روش. بغض کردم اومدم گریه کنم، عمون گفت مرد که گریه نمی کنه. تولدها واقعا قدیم برای همه اسباب بازی میرفتن، برای بچه ها کادو، عروسک و ماشین میرفتن. تولد من پارسولیوان مد شد. یعنی 2-3 سال بعد اون دیگه جبه ابزار می آوردن برات. گفتیم بریم تو کوچه بازی کنیم، می رفتم فوتبال بازی کنم، گفتن زشته. می رفتم گای موشک، می گفتن مرد گنده. یه بار رفتم گیم نت بازی کردم، اومدم خونه، مامانم نگاه کرد گفت حاجی زاده. گفتم بابا چرا به خاطر قیافم نمیذارید بچگی کنم؟ چرا نمیذارید بازی کنم؟ بابام گرفت باد کتک، گفت با قیافت چی کار دارم؟ پلی‌استیشن مردم رو چرا آوردی خونه؟ آقا توی تایمی این روند رشد سن قیافه من سرعت گرفت. یه شب نشسته بودیم خونه، بابام همینجور که داشت حرف میزد نگاه کرد گفت بچه سن مهدی کودکش رسید. صبح حاضر شدیم رفتیم برای ثبت نام، تا برسیم سن مهدی کودکم گذشت. مستقیم منو برد مدرسه، به مادرم گفت برو زود کتابشو بگیر بیا تا من ثبت نام کنم. رفتیم گفت سلام آقای مدیر. گفت سلام علیکم. گفت اومدیم ثبت نام. گفت کلاس چندم؟ ماما گفت اول، دوم، سوم. آقای مدیر نگاه کرد گفت فعلا می نویسمش 4. بابام گفت این 3 سال چی؟ گفت بچه پخته ایه، زود یاد می گیره. شنیده میگن خام بودم پخته شدم سوختم؟ آقا من از اول پخته بودم، جا افتادم سوختم. یعنی خامی تو زندگی من نبوده. رفتم سر کلاس، همین رفتم تو برپا دادن، همه گفتن سلام، صبح بخیر معلم عزیزم، خوش آمدی کلاس. گفتم بشینید بابا الان منو میفرستم 5. برجا دادم رفتم تای کلاس نشستم.
انقدر احترام معلم ها رو به من میذاشتن زنگ تفریح با معلم ها میرفتم دفتر چایی میخوردم. توی مدرسه هر کی شاگرد خوبی بود بهش کارت صدافری میدادن، به من کوپن میدادن. بچه ها شاگرد اول میشدن، زنگ زدن مامان باباش آروم، گفتن ببین پسرتون اول شده، کادویی که دوست داره رو بگی براش بیار بهش بدیم سر صف. من یه بار شاگرد اول شدم، خودم رو کشیدن کنار، گفتم ببین اول شده، یه کادویی که دوست داری برای خودت بگی بیا سر صف بدیم به. اینجوریه. یه دست به افتخار خودتون بزنید. من یه بار معلمو یه روز اومد سر کلاس گفت خب میخواییم بریم اردو، بچه ها همه رضایت اولیا بیارن. حاجی زاده شما استشاد محلی بیار. اون تایمی که بچه ها همه دندونای شیری داشتن، من دندونای پیری داشتم. دندونای اونا میریخ، من میرفتم دندونای اون پر میکردم. اومدیم بالاتر گفتیم نوجوان شویم بریم ورزش ثبت نام کنیم. همین که ورزش ثبت نام کردم همونجا منو مستقیم فرستادن پیشکسوتان. بعد دیگه دیدم اینجوریه، منم کتونیامو پام نکرده آویزون کردم، گفتم برم خدمت. رفتم خدمت، رسیدم گفتم بفرمایید، گفتم اومدم خدمت. میگه که آقا مخلصم خدمت از ماست. قربان چرا اینقدر غیبت داشتی؟ گفتم والله من تازه مشمول به خدمت شدم. گفت ولی خوش شما معافی. گفتم نکن دیگه این کارو، حتما به خاطر این قیافه میخوای تو کارت خدمتم بذاری که معافیت به خاطر قیافه؟ گفت با قیافت چی کار دارم؟ معافیت وزنی داری. رفتم رو وزنه نگاه چه، گفت نه اوکی برو خدمت. رفتم خدمت با لباسای خودم رفتم، همه به هم احترام میذاشن. گفتم جون تو همه منو با جناب سرهنگ اشتباه گرفتن. اصلا دوست داشتم لباس عوض کنم. به همه سربازا حقوق میدادن، به من کنار حقوق حق اولادم میدادن. بعد تو رژم میگفتن تو رژم میگفتن که نگاه کنید به این حاجی زاده با چه سنی چه پایی داره میکوبه. همه خدمتی ها به هم میگفتن چند ماه خدمتی؟ به هم میگفتن تو چند سال خدمتی؟ تموم شد. گفتیم آقا بریم ازدواج کنیم. بابا سن ازدواج من 12 سالگی رسیده بود، دیگه داشت دیر میشد. هر جا هم خواستگاری میرفتیم دو جلسه اول صرف این میشد که بگیم بابا من سنم اینه و این که مجردم. یه جا نشسته بودیم، بعد چند دقیقه مادر عروس گفت آقا دومادو نیاوردید؟ بابام گفت چرا اومدن؟ گفت کجا؟ گفت اینها. گفت نه نه ما دختر به سن و سالدار نمیدیم. گفتم خانم ببخشید دختر شما متولد چنده؟ گفت 60. گفتم خب من 63 هم فقط بد موندم. گفت همون دیگه، 63 سال زیاده. گفتم مادر جان من 3 سالم کوچیکترم ناراحت شد. گفت به من نگو مادر جان، مادر جان تو جای پدر منی. آقا ما رو انداخت بیرون، با 3 تا خط دیگه افتاد رو پیشونیم. یه جا دیگه هم رفتیم خواستگاری نشستیم، بابام گفت عروس خانم چقدر مد نظرشونه این مهریه؟ گفتن که هرچی مادر جان بگن. بابام گفت آفرین، ببین احترام به بزرگتر. بعد گفتن که شرایط زندگی چی میخوان؟ گفتن هرچی مادر جان بگه. بابام گفت آفرین، ببین احترام به بزرگتر. بعد بابام گفت برم تو اتاق صحبت کنن. گفتیم بابا چرا نریم. ما همین بلند شدیم از اون بردیم عروس هم مادر عروس بلند شد. آقا من زانوام خالی کرد. گفتم عروس خانم شما نمیاد؟ گفت عروس مادر خانومه. گفتم پدر چی میگه؟ گفت برو دیگه آخرین شانسته. رفتیم نمیدونم چرا اونم منو رد کرد. گفت ما به هم نمیخوریم. همه اینا گذشت دیگه اومدیم اینجا خورده روحیه بگیریم که اجلامون تموم شد. سری پیش نه آقای جوله به خدا اینو دوستانه میگم، اصلا ربطی به اون نداره بنده خدا، فکر کنم ایشونه. اینجا صحبت شد اجلامون تموم شد، دیدم داورا پچ پچ میکنن. بعد با هم میگفتن که دمش گرم، با این سن چه انرژی داره، چه بدنی منعکسی، چه امید. یعنی کم مونده بود بگن چه امیدی داره. خیلی خوبه که آقای جوله تیر آخر رو زد، گفت شما بزرگتر از منی ولی به خودت فشار نیار.
آره ولی خب من خیلی دوستشون دارم. پنج سالم کوچیکترم، همچنان کوچیک شما عزیزان هستم. عزیزان ولی دیگه خدای این عرقه به خاطر سنم. ممنونم. خیلی ممنون. ممنون شدم. دمت گرم عزیزم. محمد حاجی زاده. مردی که پشت این چهره شکسته قلبی از طلا داره. متشکرم عزیزم. یکی از خوش قلب ترین، مهربون ترین و باصفا ترین شرکت کننده های این دوره است. متشکرم. و حالا میرسیم به نظر هیئت محترم داوران. از آقای جوان شروع میکنم. مخلصم، خوشحال میشدم من شروع نکنم، برای اینکه یه ذره نیاز به جنبندی دارم تو ذهنم. میخوان با بغل پاسان کنید برای آقای جوری. اگه میکروفونم روشنه؟ بله. آها میشنم. آقای حاجی زاده چقدر آدم حسابی تو، یعنی تو اومدی از اون اشتباهی که من کردم و گفتم با این سن و سال، در حالی که 4 سال نه 5 سال از من کوچیکتری، حتی اومدی همین رو موضوع استنداپت کردی و اینجوری شوخی با خودت کردی. بعد همه اون انتقادایی که ما کرده بودیم، گفتم چرا انقدر وول میخوری، چرا باید با لهجه و با حرکت داری بارتو، بار متن و استنداپتو به دوش میکشی، اومدی بدون لهجه، اصلا اجرای روکم کنی بود، اومدی بدون لهجه، بدون حرکات اضافی یا تحرک زیاد، بدون اینکه تبدیل به نمایشش بکنی عزیزم. بدون اینکه چیز بکنی، یک استنداپ خوب و استاندارد و درجه یک ارائه دادی و به همه ما ثابت کردی که تو وابسته به اون حرکت و اون نمایش و اینا نیستی. و حتی در این استنداپ ایستادت و مبتنی بر متنت، باز هم یه 4 تا نگاه هایی که این بغل میدادی و این انقدر شیرین بود و انقدر عزیزم. قشنگ و دلپذیر بود. فقط اینکه چون موضوع یکی بود، از یه جای دیگه قابل پیش بینی میشد. منتها من همون جایی که اومدم بگم قابل پیش بینی، اون شوخی کوپونو کردی، من مثلا باز خیلی وانست دادم روش و اینا. چون موضوع یکیه و فقط مقاطع زمانی عوض میشه و اینا، از یه جایی ممکنه که قابل پیش بینی باشه و هی نیاز به شوخی های بزرگتر و تند و تیزتر داره و اینا. ولی میگم اجرایی رو کم کنی بود. آقا. و دم شما گرم که انقدر آدم حسابی هستی. آقا. که حرفهای ما رو اینجوری شنیدی و گفتی خب حالا حرکتها رو میگیرم، حالا بچه نمایشیش رو میگیرم، حالا اون رو متن تکیه میکنم. این احترامی که به ما و به مخاطب و به این آرایی که به دادن میذاری خیلی برای من ارزشمنده. درجه یک. وظیفه من بوده. مخلص. آقای جوان مخلصم. محمد جان دمت گرم عزیزم. خیلی خیلی زیاد اجرای بهتری بود از اجرای اول، خیلی زیاد. از هر نظری که میتونیم بگیم، که الان خیلی هاش آقای جوله بهش اشاره میکنه، خیلی هاش، چه از نظر ریتمی که ایجاد کردی، چه از نظر بدنی که روی صحنه برای ما به نمایش گذاشتی، رفتارت، شوخی هایی که میکرد. فقط این میکروفونه کلافه کننده میتونه بشه. آره یه جمع ور شد و اشاره کردم جا بندازه شوینا، ولی دمت کرد. خیلی خیلی ترتمیز، مرتب، شسته رفته، اندازه شوخی ها، ضرباهنگای خوبی داشت. یعنی محاسبه این که یهو مثلا شاید هر 30 ثانیه تقریبا یه شوخی داشت شکل میگرفت، این خیلی جذاب و باحاله. دمت کرد. و اینکه آره منم فقط نکتم اینه، اصولا طراحی استنداپی که روی یک موضوع وامیسته و هی میخواد اونو ببره جلو، هی بستش بده، گستردش بکنه، و شما رو فقط الان موضوع زمانی بود، یعنی شما با موضوعی که داشتین میرفتین هی زمان میگذشت و شما با حالا ماجرا یا نکته‌ای که در وجود خودت داشتی هی مواجه میشدی با موقعیت‌های جدید. این میتونه هم شنیدنی باشه، چون آدم دلش میخواد ببینه خب حالا سربازی بره چی میشه، حالا خواستگاری بره چی میشه، حالا بره تو استخدام چی میشه، حالا فلانجا. ولی از یه طرف هم میتونه اگر زورش یه جاهایی کم بشه تکراری به نظر بیاد.
در صورتی که به نظرم برای شما اجرای خوبی کردید. دمت گرم. ممنونم ازت. من خیلی خوشحالم از تماشای اجرای شما. مخلصم. من ممنونم. و آقای مجنون. بله آقای عزیزاده، نکته در واقع اون چیزی هم که من نوشتم شوخی هایی هستن که به موازات هم میرن جلو. اینا وقتی شبیه به همن دیگه رشد نمی کنن. هر چقدر به اجرای انتهاییت میرسیم خنده ما کمتر میشه. ببینید یه دونه یه چیز ایده محوری داریم که اون خیلی درجه یکه، ولی سرگرم شوخی ها شدین اون یه ذره از دست میره. و اون چیه؟ یه ماجرای فرهنگی که ما بچگی نکردیم، بچگی نمی کنیم. چون این سوژه شما از کنار این ایده داره میگذره، ایده خیلی درخشانیه. کاش مثلا یه ذره از این شوخی هایی که همجنس هم هستن کم میکردیم، میرفتین سراغ این که آروم آروم خودش مود عوض میکرد که تو انتها چیزتر میشد. ولی چیزی دیگه، آدم شیرینی هستی. خیلی آدم هیچ کاری نمیتونه بگه. خیلی بامزه، خیلی صدای باحال و لحن باحال. بله بله، خیلی میمی که باحال. آره. یه دو تا نکته من بگم. آقا ببخشید صحبتتون تموم شد؟ یکی که این چیزا رو نگو، به افتخار خودتون دست بزنین، خدمتتون آرزم. اصلا این چیز، مگه اینکه تو اینو تبدیل به تکه کلامش بکنی، با خدمتتون آرزم بخوای شوخیات انجام بدی. ولی یه کارهایی که مجریا میکنن و نکن به عنوان استندآپ کمدین درجه یک. و یه جوری طراحی بکن که استندآپت بالا تموم شه. اون شوخیه که آخر سر به مادر زنه گفتن و اینا رو اصلا نگرفتم و شوخی هم نگرفت. اگه پایین تر از معدل شوخیات و اجرات بود بالا تموم بکنی، هم یاد مخاطب این توی سریال ها و فیلم ها هم تموم، یعنی کاربرد داره. فیلم ها هم آخرش ما آخراشو یادمون میمونه و با حال خوب بلند شدن. سریال ها قسمت های آخر خیلی مهمه. درست. یعنی هر استندآپ هم اگه بالا تموم بکنی، حتی ممکنه خیلی ضعف هایی که تو چیز بوده، تو طول اجرا بوده، بپوشونه و نادیده بگیره مخاطب. اگه این... بودم چش حتما هستی ان شاء الله. اتفاقا ان شاء الله میمونید. خدا ممنون. 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 ممنون.